فراموش نکنید منظور ما از دعا یک مشت خواسته های فرومایه و یک مشت ذلت های بنده ها نیست، برده ها نیست. بسیار به عرض من عنایت کنید. از این جای صحبت به بعد دیگه وقتی میشه حرف رو فهمید که آدم واقعا شیدا باشه، واقعا شیدایی باشه، اون نور بهش خورده باشه، و الا متوجه نمیشه. اصلا اصل صحبت سر همینه که ما وقتی از دعا صحبت میکنیم یه مشت برده هایی که به هر ذلتی در مقابل اربابشون تن در میدن نیست. بسیار به این نکته عنایت کنید که چی گفته میشه. ببینید، اجازه بدید یه داستانی رو براتون تعریف کنیم. یه زمانی بحثی داشتیم چند تن از دوستانی که وارد بودن به مسائل فلسفی در سطح خیلی بالایی آشنایی داشتن، کسانی که خدا باور هستن، کاملا بهشون گفته شده و پذیرفتن که خدا قادر مطلقه. غیر از این که نیست، خدا هیچ کاری نیست که نتونه انجام بده، بر همه چیز قادره. همیشه تو همه ادیان همین صحبت بود. یه صحبتی شد، من یه عرض صحبتی رو مطرح کردم، درکش یه مقداری احتیاج به عمق داره. من گفتم که اینطوری نیست، خدا قادر به هر کاری نیست. دان آقا مگه میشه؟ قادر مطلق کدوم فیلسوف الهی هست که نپذیر قدرت مطلق مال اونه؟ آقا نه، مثالش شما میتونید شریک داشته باشید، آیا خدا میتونه شریک داشته باشه؟ برای کسانی که موحد هستند و توحید رو پذیرفتن، آیا خدا میتونه شریک داشته باشه؟ ولی تو میتونی داشته باشی. آیا خدا میتونه دزدی کنه؟ از چی میخواد دزدی کنه؟ اما تو میتونی بکنی. آیا خدا دروغ میتونه بگه؟ اما تو میتونی بگی. اصل صحبت ما سر اینه که شما زمانی که دارید از انسانی صحبت میکنید که به طور ذلیل و برده خودش رو انداخته، ما صحبتی با هم داستان نداریم. حتما درسته که خیلی هم میکنن، اما جایی که دل من باید پاک بشه، دل من از چی باید پاک بشه؟ تعالیم اینها بر اینه که تا زمانی که تو صورت میسازی، تا زمانی که تو در تصویری، همین صحبتی که من عرض کردم، خدا قادر مطلقه. خب حالا من اومدم 4 تا ایراد مطرح کردم. تو میتونی شریک داشته باشی، خدا نمیتونه. حالا بشینیم سر این صورت با هم بحث کنیم. این بحث میخواد ما رو به کجا برسونه؟ به یک تصویرهای جدید. اما زمانی که تو یک هماهنگی پیدا میکنی، هماهنگی گفتن خودش یک تلقینه، یک القایه که انجام میشه. اگر دوستان در جریاناتی هستن، در جاهایی هستن که به هر حال مرشدی دارن، بسیار توجه کنن به اون دعا و ذکری که داده میشه. باز هم تقاضا میکنم، بحث ما ذلت بشری نیست که در مقابل یک موهوماتی، یک تصویرهایی ما رو برده بکنن. این اصلا مد نظر ما نیست. بچت مریضه، نمیدونم، محتاجی، بیا اینو 50 دفعه بخون، به خدا کارت باز میشه، بکنید. ما اصلا با اونو مشکل نداریم، هر کی هر به دلش بخواد میتونه بکنه. اما بحث ما چیز دیگه ایه. اشتراک لفظ راه رو نزنه. من باز هم خدمتتون میگم، جهان من قانون خودش رو داره،
همه اینا بی خوده، هیچ اتفاقی نمیفته. هزار بار تجربه میکنیم باز فریب و دوست داریم، چون هنوز در اون تصویر سازی هستیم. در مراحلی قرار میگیری که در این مراحل یک حرکتی شروع میشه در من تصویر ساز، در منی که فقط صورت میسازم، خدا اینه، شیطان اونه، بهشت اینه، جهنم اونه. در من صورت ساز یک حرکتی شروع میشه. این حرکت احتیاج به یک القاءاتی داره. این القاءات ذکر، سما، دعا، تمام اینها رو گفتن. اما یعنی کجا میرسه این داستان؟ این داستان در مسیری تو رو میبره که تو در یک هماهنگی قرار میگیری که تو اون صد تصویر، اون خدای افضل، اون جهان آفرین این توان رو به تو داده، صدی رو میشکنی که در اون صد میبینی که خودت خدایی. در جایی که تو خدایی، در جایی که تو با یک روش هایی که تا حالا تو این 6 سال تعلیمات عرفای ما بود، تو در اونجا دیگه اون حقیری نیستی که فقط میخوای، تو در اونجا اراده هستی هستی. در این مسیر بسیار مسائل متفاوتی وجود داره که صحبت ها شده. هر کسی هم مرد این راه ها نیست. همینجوری که میگفت ما فقط لاف میزنیم، اون آگاهی ها به اون خرد ها رسیدن و بعد عجین شدن با دعا، عجین شدن با این که من در این شرایطی که در فکرم، در نفسم بسیار ذلیلم، همش نیازم، به جایی میرم که اونجا وقتی که خودت رو در اون زمانی که اون سنگ ها داره میشکنه، اون قفل ها داره باز میشه، اون صداها داره سوب داره شکل بیچونی میگیره، به همه این نکته های من عنایت کنید، اونجا اگر زمانی رسید که فریاد میزنی حق حق انالحق، باید بتونی تون خشک شدن اون گل رو بگی. یعنی دعا نردبانیه، باز هم میگم دعا از دیدگاه عرفای ما نردبانیه که تو رو به بامی میرسونه که در اون بام تو خودت خدایی، تو خودت گرداننده هستی هستی، تو خودت جزئی از این هستی هستی. من گروهی میشناسم از اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، چون اون چیزی رو که تو الان داری میبینی در شرایط فکر و ذهن، در زمانیه که تو با اون هستی هماهنگ نیستی، تو به اون خداگونگی نرسیدی. وقتی که به اون خداگونگی رسیدی، در اون شرایط توی و هستی. اون زمانیه که انالحق، من حقم، و دیگه از چیزی نمیترسی. همه صحبت‌های عرفان ما، تعالیم اینها این بوده که این شدنیه، این غیر ممکن نیست، نترس، تا فرصت دستته، تا نفس بالا میاد بکن، برو، خواهی رسید.